با شرمندگی باید به عرضتون برسونیم که پورشه هم زد جاده خاکی و در سال 2025 میخواد یک 911 هیبریدی بده بیرون. چیزی که از پورشه بعیده و برای اولین باریه که میخواد یک همچین اتفاقی بیفته. همچنین شرکت پورشه تصمیم گرفته 911 مدل سال 2025 رو تغییر چهره بده یا به قول خودشون فیس لیفت کنه. 911 2024 مدل 992ه، اما برای 2025 که تغییر چهره خواهد داد مدل 992.2ه. این 911 فیس لیفت شده از لحاظ فنی تغییرات آنچنانی نکرده، با همون موتور 3.6 لیتری 6 سیلندر باکسر میاد، اما هیبریدیش هم میاد بیرون، با همین موتور هیبریدی میشه. ولی این هیبریدی از اون هیبریدی ها نیست، یعنی مثل سیستم هیبریدی ماشین های معمولی نیست. سیستم هیبریدی پورشه با کمک شرکت هایپرکار ریماک ساخته شده و به شدت پیشرفته است. ریماک که میدونید یک شرکت هایپرکار الکتریکیه و سریع‌ترین خودروی الکتریکی دنیا رو تا به حال ساخته. یعنی اینجا نشون میده که پورشه هدفش از هیبریدی 911 کم مصرف بودن نیستش، بلکه هدف اصلی کارایی و قدرته. حتما میدونید یک پورشه 911 معمولی حدود 400 اسب بخار قدرت داره، اما میگن این هیبریدی بالای 500 اسب بخار قدرت داره. البته به صورت رسمی اعلام نشده، ولی میگن اینجوریه و حتی یک پیشبینی دیگه هم میکنن. میگن این هیبریدی با گیربکس دستی هم تولید میشه. پورشه تایکان رو که میشناسید، یک پورشه کاملا الکتریکی خیلی گرون. با وجود اینکه ماشین با کیفیتیه، اما اصلا موفق نشده، به طوری که ماها توی نمایندگی ها باقی میمونه و هیچ کس نمیخره، چون با اون پولی که برای این میخوان خیلی ماشین های بهتر از این میشه خرید. بالای 120 هزار تا برای این باید پول بدن. این تازه شروعشه، تا 200 هزار دلار هم میره بالا. مردم هم میگن برو بابا، یک ماشین برقی که انقدر نمیارزه. جوری که بوش میاد پورشه هم خط مش تویوتا رو در پیش گرفته که دیگه هیچ وقت ماشین برقی تولید نمی کنه و اگرم قراره برقی به کار ببره هیبریدیش می کنه. یک سری از کارشناسان نسبت به این ماشین خیلی خوشبینن و میگن این هیبریدی پورشه یک انقلابی در هیبریدیه و مثل هیبریدی های تویوتا نیستش که برای مصرف کمتر ساخته شده باشه. این هیبریدی رو باید مثل توربو شارژر یا سوپر شارژر حساب کنید که یک موتور تنفس طبیعی رو خیلی پرقدرت‌تر می‌کنه. بعضیا میگن این سیستم هیبریدی به احتمال زیاد در آینده روی خودروهای مسابقه پورشه هم خواهد رفت و حتی خودروهای رده بالای کمیاب 911 مثل GT3 یا GT3 RS. ولی حالا اون مربوط به آینده است. این نسل اول هیبریدی پورشه 911 است. اگر خوب در بیاد روی اون یکی 911 هم خواهد رفت. قیمت این ماشین هنوز اعلام نشده، ولی اینو میدونیم که 911 ساده از 120 هزار دلار شروع میشه میره بالا و 911 توربو اس هم که گرونترینه از 245 هزار دلار شروع میشه و میره بالا. پس این باید یه چیزی بین این دوتا باشه، یعنی اصلا ماشین ارزونی نیست.